ما از خود میگیم، یعنی از کاری که انجام دادیم. چند هموطن ما از امریکا و تورنتو، آقای نعیم رسولزاده از نیویورک، بانو جمیله نجم از واشنگتن، نازی جان از تورنتو، عابد جان خلیلی از کانادا، اشرف جان ایمانی از کانادا، شکیلا جان مقصودیان از کانادا، خب و بمرایی تلویزیون امید 24. ما قبلا برای شما گفتیم بیندگرامی که میتونیم حرکت را آغاز کنیم که نه چشم امید به بیگانه داشته باشیم، نه چشم امید به پروژه داشته باشیم و نه چشم امید از سوء استفاده داشته باشیم، اما میتونیم که با یک حرکت ملی، با یک طرز دید ملی، با یک اندیشه ملی ما کارهایی را آغاز کنیم که در دراز مدت نتیجه بهتر بده. و همین خاطر ما بارها برای شما گفتیم که بیگانه ها آمدن، جامعه جهانی آمد، این کمپانی هایی ساخته شد، بنیاد بیات آمد و شما هایی که در بیرون بودین مراکز کمک ساختین و بنیاد خیریه ساختین، این ساختین، این در کل یک پروژه بود برای از اینکه ملت ما را به طرف فقر و تگدی سوق بده، ملت ما را به سوی گدایی سوق بده و دستش همیش دراز باشه به سوی بیگانه ها تا لقمنانه بریزم. و این حالت در دراز مدت بیندای گرامی سراسر به ضرر ماست. چون؟ اما قصه جنگ تریاک چین شما بیاد دارین در تاریخ، کسی که در تاریخ خواندن، فقط خواستن که چینایی ها را تریاکی بسازن تا تنبل و کاهل بار بیان و دیگه پیشرفت و ترقی نداشته باشن، در تمام عرصه اینا به کلی رکود داشته باشن. این چیز در کشور ما کردن، بامی میلیارد ها میلیارد دلار اگر دزدان شرف باخته دزدی نمی کردن، دزدان شرف باخته هم خارجی ها شامل میشن، افغان های ما نمی تانستیم که اگر افغانستانی بسیار آرام و مرفع بسازیم، نمی تانستیم به هزارها کمپانی و فابریکه بسازیم و برای مردم زمینی کار مساعد بسازیم. اما اینا همه یک دسته یکی ساختن و فقط با تشکیل بنیادهای خیریه مردم بس طرف گدایی سوق دادن، که واقعا مسئله رنجاور است در دراز مدت. و ما تصمیم بمیرتیم با می شش هموطن ما که اگر بتانیم کارهای بنیادی انجام بتیم که بتانیم وطنداران خودم به طرف خودکفایی سوق بتیم، یک مسلک برشان یاد بتیم، یک کار یاد بگیرن، یک شغل را یاد بگیرن تا بتانن خود از اینا با مو شغل که دارن برای خود ایجاد کار کنن. و متوجه که سال قبل بینگرامی ما کارهایی را انجام دادیم که تقریبا با سال 100 نفر از خواهران ما در خیرخانه از کورسای آموزش خیاطی فارغ شدن و این کورس عرفهی یا آموزش مسلکی امروز ما در ولایت پروان افتتاح کردیم. و تشکر میکنم از شیخ جان قاسمی که تمام زحماتی کار کشیدن. ولی این ما به خاطر بیندگرامی برای شما امشب در قسمت زیاد برنامه را تخصیص دادیم که شما هم انگیزه بگیرین. وقتی ما شش نفر تانستیم که سه کورس طالب به اکمال برسانیم با یک مصرف بسیار کم، شاید کل مصرف ما 4,000-5,000 دلار نشده باشه، اما یعنی 4,000-5,000 دلار شما با بارها روان کردین، فقط چکم ها رو گرسنه کردین، مایی خوردن یاد دادین هموطنان ما رو، مایی گرفتن یاد ندادین. و اگر ما اینی میره به نیس یک رسالت ملی، یک وظیفه ملی در سر تا سر جهان ایرا بخوایم یک حرکت کنیم و همین کارها رو انجام بدیم، من برای شما وعده میتونم، برای شما قول میتونم که در ظرف 6 ماه ما صدها فابریکه و تولیدی میتونیم بسازیم و هزارها هم وطن خود هم مسلکی میسازیم، اگر واقعا ما شما یک حرکت کنیم، تکانه بخوریم.
که انشالله که امی سر آغاز باشه. ما تشکر میکنم از جناب والی صاحب ولایت پروان که زحمت کشیدن آمدن این پروژه را افتتاح کردن و در اون محفل خبرنگار از انجمن رهروان مسعود بزرگ هم بودن. اونا باز لطف کردن برای ما یک کلیپ تهیه کردن از این جریان افتتاح برنامه که من خدمت شما تقدیم میکنم. از شاه جان قاسمی تشکر میکنم، از انجمن رهروان مسعود بزرگ تشکر میکنم که اینا این زحمت کشیدن، و از شما تشکر میکنم که بیننده میباشین این برنامه را. و اگر بازم هموطنان ما میخواین که در این مسیر گام بذارن، ما میتونیم که راهنماییشون کنیم، این تجربه که حاصل شد، چون ما این کار میخواییم که آیسته آیسته بدای گرامی جز به تود درسی معرفه کشور بسازیم. و همین خاطر ما این در چوکات یک مرکز آموزشی دایر ساختیم، ولی در آینده دوستا فعلا کار میکنن در تورنتو در کلگری که ما اگر بتانیم که یک تود تهیه کنیم و این را جز به معارف بسازیم، ولی در هر ولایت هموطنان ما انتظار از این نداشته باشن که وزارت معارف کاری کنه. اما بخش را که در وزارت معارف اگر قبول کنن و ایجاد شود، هر هموطن ما میتونن که اون را امایت کنن و با یک پول کم، برای از اینکه ما سنجش میکنیم که زیاد پول ما مصرف نمیکنیم، ولی ایجاد خود آماده ساختن شرایط بسیار مهمه. خب در این کلیپ توجه شما جلب میکنم، اما ما پیش از پیش به شما میگم که من تقاضا نکرده بودم که نامی از ما برده شود، چون تلویزیون همه اکثریت دوستا در این تلویزیون، اعضای تلویزیون همه گی در این تلویزیون نقش دارن، ولی در چند جایی که نام از ما برده شده من یعنی خود من نخواستیم. گزارش جالب است، یک گزارش ببینید. دوباره باز برمیگردیم که آقای شایق قاسمی چگونه این پروژه رو به شما توضیح میدن. با ما باشین. افغانان مقیم آمریکا و کانادا برای کودکان بی‌بضاعت در پروان آموزش‌های حرفه‌ای را برای انداختند. ده‌ها کودک بی‌بضاعت از پسران و دختران در پروان به ابتکار نصیر احمد خالد مقیم کشور کانادا، مسئول تلویزیون امید 24 و کمک مالی افغانان مقیم آمریکا و کانادا در مکتب خصوصی فکر و اندیشه در شهر چاریکار مرکز این ولایت شامل آموزش‌های تعلیمی و حرفه‌ای شدند. عبدالشایق قاسمی هماهنگ کننده این آموزش‌ها می‌گوید کودکان بی‌بضاعت را شناسایی کرده شامل این برنامه ساختند. برنامه را به شکل بسیار خوبش افتتاح کردیم امروز. شما هم قسمی که مشاهده کردین کودکا و نوجوانای بی‌بضاعت که توانایی آموزش و پرورش نداشتن، اینا را شناسایی کردیم و به شکل بسیار اساسیش یعنی به شامل لیست ساختیم. بعدش آوردیم به داخل مکتب روشترشون ساختیم و همین قسم امروز عملا صنفشان آغاز شد. این برنامه آموزشی تا یک محفل رسمی با حضور داشت مقامات دولتی آغاز گردید. فضل‌الدین عیار ولی پروان از این برنامه استقبال کرد. دوستای ما نوید نصیر احمد واقعا فکر جامعه کرده، فکر بجا کرده، واقعا جوانای ما همین درها رو روی دست داشته باشن که تا ما به طرف خود کفایی بریم. در همین حال مسئولان مکتب خصوصی فکر و اندیشه میگویند در کنار آموزش‌های تعلیمی، آموزش‌های خیاطی و موبایل سازی را برای این کودکان آموزش خواهند داد. که چگونه حرفه را ما بتونیم به همین خانواده های نوجوانان که حداقل سن تا 12 تا 15 سال دارند که بر از یا بیاموزانیم که انشالله یک روز یا سرپای خود ساز شوند و از بعض مشکلات دور بمانند. این کودکان از فراهم سازی آموزش های حرفه‌ای اظهار خرسندی می کنند. از نصیر احمد که در کانادا است خیلی تشکری می کنیم که برنامه را بر ما راه اندازی کرده. ما درس بخوانیم، کسایی که یتیم هستند پول ندارند به راحت هستند نیانده ایجا درس بخوانند. ما تشکری می کنیم از نصیر احمد، نصیر احمد که این آموزش به ما می دهد و سپاسگزارم.
کسایی که برنامه را انداختن ما یک تشکری خاص میکنیم و ما از ایشان میخوایم که ما را حمایت کنن و دیگه ما میخوایم که بچه‌ها اینجا با تی برنامه دولت های دیگه هم راه اندازی شود. فراهم سازی آموزش های حرفه‌ای هماهنگ با آموزش های تعلیمی یک آموزش جدید میباشد و با این آموزش ها کودکان خودکفا خواهند شد. خب این بوده مراسم افتتاحیه بینده گرامی. امیدوارستم که این برای شما یک انگیزه داده باشه. بازم برتان میگم که یک پروژه نیست، یک انگیزه است. ما تلاش ما همیست که هموطنان ما خودشان حرکت کنن، خودشان در این پروسه سم بگیرن و اگر به اصطلاح همکاری کار داشتن ما همکارشان هستیم. در هر ولایتی که خواسته باشن افتتاح اولین کورس هم ما کوشش میکنیم که مصارفش ما توسط هموطنان خود تهیه کنیم و وسایل برشان آماده بسازیم و اونا کورس ها را در ولایات، در قریه، در هر جایی که خواسته باشن، در هر گوشه ای از کشور ما خواسته باشن اونا حرکت کنن، ما هم در کنارشان قرار می داشته باشیم. به این که یک حرکت کنیم بینای گرامی، به نام خدا یک حرکت ملی کنیم، خود ما دیگه چشم توقع خود بکنیم از بیگانه و از اینکه چی وقت بیگانه برای ما فن می تا و چی وقت فن برای ما بیگانه ها می آین بر پوزل برشان نشته می کنیم. باز این هاست توقعات دارن و خواهشات دارن و هیچ کدام ما از کار بیگانه در کشور خود راضی نیستیم. اما اینال وقتی که اینی راه ها باز میشه، اینی یک امید بر وطن و آینده وطن ما پیدا میشه، پس چه خوب است که واقعا همگی در این مسیر حرکت کنیم. چون هر کدام شما، من یقین دارم هر هموطن ما ماهانه یا یک ماباد دو ماباد مقدار پول روان میکنن به کشور، به هر گوشه وطن روان میکنن، اما اینمی پول شما بعد از این همچون پروژه های مصرف کنین، بین کارهای بنیادی کنین بیندای گرامی، بین واقعا برای نجات وطنداران خود، برای نجات مردم خود کارهای غیر از سیر کردن شکمشان انجام بدیم. باور کنین که سیر کردن شکم بیگانه ها برای شما انجام میتن، چون اینا میخواین که یک ملت خواب بردی، یک ملت ناتوان، یک ملت بسیار بیچاره و زبور ما و شما داشته باشیم. اما ما شما تاریخ داریم، ما شما از یک ملت نمایندگی میکنیم که شهامت، مردانگی، میمان نوازی، همه چیز خصوصات نیک انسانی را دارا بودن، ولی امروز سخت ضربه دیدن. خب حالا بینداگرامی میریم باز دیگه به پروان. همونطور که خدمت شما عرض کردم در این کار در کنار شش هموطنی که از تورنتو و امریکا هستیم، یک جوان بسیار با احساس، جوان بسیار با انگیزه، جوانی که واقعا امتحان خود داد، اینا در مسیر برای ما همکاری کردن. ما باید یادآور شم که مصرفی که ما برای کورس کردیم بینای گرامی، که بفهمین که با بسیار پول کم ما شما میتونیم آینده اولاد وطن خود رقم بزنیم. ما $1,000 روان کردیم چند وقت پیش از طریق صرافی امید سید دایت آقا و $300 هم قبلا روان کرده بودیم برای یک دختره که یتیمه که بود که در سیلاب پروان اما فامیلش بین رفت و آقای شایق جمال قاسمی هرچی که رفتن و خانواده از اونا قبول نکردن که او پول بگیرن، گفتن ما خود ما را نگاه میکنیم. پس او پول هم ما زمینی از این ساختیم، یعنی 300 به حساب کانادایی که بگیم 1300 و 300 1600 دلار ما تانستیم که اینی کورس را دایب بسازیم، وسایل برشان بگیریم، امکانات برشان بگیریم و اونا را امیدوار بسازیم برای آینده. شما چرا نمیتونیم؟ لطفا حرکت کنین، لطفا حرکت کنید. خب توجه شما رو به صحبتی که با شاید جان قاسمی داشتم جلب میکنم. خب بینده گرامی، گزارش شنیدین که ما چی کارهای کردیم. خب گفتیم که در داخل کشور جوان با انگیزه و با احساس آقای شایق قاسمی زحماتی کاره که متحمل شدن. آقای قاسمی سلام برای شما تقدیم میکنم.
عرض سلام دارم خدمت ما خالد صاحب و خدمت همدایت کسی ما را بشنوید. سلامت باشین. خب بالاخره زحمات شما و همکاری های هموطنان ما نتیجه خود داد و اولین کورس که اول که آخرین نیست، یعنی اولین است و انشاءالله که در آینده ما کورس های زیاد دایر خواهد کردیم برگزار شد. میخوایم از شما پرسان کنم که روحی امی هموطنان ما، مثلا امی نازنین هایی که امروز دور هم نشسته بودن، روحی از اینا چطور بود؟ چگونه استقبال کردن اقدامی را که شما کردین؟ خب کار ما یکمی طولانی بود و زمانگیر بود، اما خوشبختانه که نتیجه خوب داشت. یک کار خوب انجام دادیم، یک کار بنیادی انجام دادیم با کمک شما و با کمک کسایی که به همکاری کردند. در یارسه ما دانه دانه کودکایی که بی‌وسعت بودند، کودکایی که یعنی پدر نداشتند، مادر نداشتند، یا پدرشان شهید شده بود در جنگ‌های افغانستان یا به نحوی در اینی حوادث افغانستان صدمه دیده بودند، توانایی به آموزش و پرورش نداشتند که به تحت آموزش و پرورش قرار بگیرند. این کودکار شناسایی کردیم، حدود بیش از 30 نفر از کودکار شناسایی کردیم. این کودکار شامل چتبر ساختیم، یعنی به نشانه هر کدوم از اینا سوانه انداختیم که این کودک از کجا شروع کرده، یعنی همین درس دیده که آغاز کرده از کجا شروع کرده و در کجا بوده و این کی هست، از کجا هست و وضعیتش چگونه است. تمام از این مسائل جدول کردیم، یعنی کار اساسی و بنیادی کردیم. بعدش با مکتبی که تماس بودیم که شما هم در جولیان بودیم و بالاخره امروز موفق شدیم که برنامه را به شکل، هرچند درسایشان به گونه آزمایشی جریان داشت، اما امروز ما برنامه را عملاً در حضور مقام های محلی پروان که شما گزارش دیدین، والی پروان و جمعی از مقام های رئیس کار امور اجتماعی بود اونجا و جمعی از مسئولین دیگه، عملاً این برنامه را افتتاح کردیم. کودک ها بسیار خوشحال بودند و گفتند که این برنامه یگانه برنامه است که سرنوشت آینده ما بتونه یک برنامه مؤثر و خوب تموم شود. خب خداوند شما را هم اجرش نصیب کنه و دوستایی که در این امر خیر سهم گرفتن اونا را هم خدای بزرگ اجرش نصیب کنه. ما امیدوار هستم که قدمای سورتر بیشتر از این هم بگذاریم قاسمی عزیز، و در این کورسا تنها پسرا یا دخترها هم هستن؟ آه خوشبختانه که جندر در این کورس مد نظر گرفتیم، یعنی نصفی که شاگردایی که ما جفت کردیم دختر هستن، دخترهایی که بی‌وظایف هستن از خود پروان هستن که برای اونا بخش خیاطی و بخش گلسازی را عملا تدریس میکنیم. برشان در کنار دیگه مزامینی که تدریس میکنیم مثل روانشناسی، مزامین مکتب، برای اونا در بخش حرفه، در مضمون حرفهشان برشان گلسازی و خیاطی را تدریس میکنیم که اولا استاد برشان استخدام کردیم و برای بچه ها که گفتیم کار پاک صورت بگیرن و کار صورت بگیره که بازار باشه. ما بحث های زیادی داشتیم در مکتب، بالاخره با مدیر مکتب، با کسایی که به اونا مشورات شدن دیگرسه، بالاخره ما موفق شدیم که در بخش موبایل سازی که تکنیک امروز است و تکنولوژی امروز است و با ضرورت بازار امروز است، در بخش موبایل سازی اونا بر از اونا کورس ایجاد بکنیم در شهر فکر. خوشبختانه در دایی برسان موفق شدیم، تانستیم استاد بگیریم و بسایلش بگیریم و برشان به زمینه مسائل بسازیم که در کنار مزامین مکتب با مزامین با آموزشی اینا به حرفه مواد نیازشان که ما میتونیم در پالوی موبایل سازی برشان نجاری را هم به زمینه تقار هم بسازیم که چند کارخانهی که در اطراف مکتب هستن برشان بریم بکنیم، یعنی روز حرفه اینا به یک بار میرن به موبایل سازی، به یک بار میرن به نجاری و به همون قسم لیسه تخنیکی پروان در نزدیکی مکتب است، میتونم از اون مسائل تخنیکی لیسه تخنیکی هم استفاده بکنم مثل ترمیم موتر و سال از این. در بخش حرفه ما دست باز داریم و از هر گوشینه استفاده میکنیم اینا یک یعنی فرد مقصر در جامعه بودید شد. قاسمی عزیز میاد کورس شما چه مدت گرفتین؟ خب ما گفتیم اگر کورس سه ماه باشه با اداره مکتب قبول نکرد، گفتن ما در سه ماه نه ما نتیجه میگیریم و نه شما از تمویلی را که میکنین نتیجه میگیریم. گفتن اگر شما با ما همکاری کردین ما این کورس را
شش ماه ادامه بدیم و الا اگر شما همکاری هم نکدین ما بازم میکرسه به همکاری دیگر وطنهای ما کوشش میکنیم که اگر شما این مسیر با ما تعیین نکدین یک جای ما برچی بعده قطعی هم بشن کردیم که این در شش ماه ما یک استاندارد خوب تقدیم جامعه کنیم. درست است و پلاه اول که ما شما گذاشتیم این پلاه ها را انشاءالله تا آخر نه تنها در ولایت پروان که به یاری پروردگار عالم در سر تا سر کشور ما شما خواهیم پیمود در همکاری با هموطنان گرامی ما. تشکر قاسمی عزیز، انشاءالله ما شما در تماس می باشیم. خب ای هم گزارش که امیدوار استم توجهش ما را جلب کرده باشم.